درود سامعین عزیز، پیشنهاد شما آودیو سپکتاکل از روی اثر عادت‌های شهری جمعه قدس در اجرای هنرمندان تئاتر دولتی درامای موسیقی به نام تحفه فاضلاوی شهری کانیبادام. امیدوارم شما قسمت چهارمی رادیو سپکتاکل ما رو شنیدید. حالا قسمت پنجم شروع می شود. حجره کاری کورک، حسن و کورک همراه نشستند و صحبت دارند. نه رئیس جان، شما حالا هم آدمی دیگر نشده اید. چی؟ این رستم خودش کی شده است که این خدر خوش آمد می گوید؟ رستم کادر جوان، دپوتات، راهبر خوب. وای بودو شد کارگر اکا، بریگادری، دپوتاتی، آبرو و مرتبهش همش به شما وابسته است. شما خواهید وای همه چیز، نخواهید کارگری قطاری می شود، فهمیدید؟ رستم شاگرد خودم، بر زمین آدمی نقص. بله بود، ولی امروز شما دیگر کسید. این دوستی به شما گران می افتد رئیس اکا. در انتخاب دوست اکنون شما باید چقدرتر اندیشه کنید. اینجا شهر است اکا، قاعده قانون آن را فراموش نکنید، نباشد خار می شوید. یکان کسی با آبروی از این دوستی شما خلاصه دیگر می برارد، می فهمید؟ خب اکنون چی کار کنم؟ هیچ چیز، لیکن وای بی اجازت نزدتان ندارد، به هر خیل طلب ها سری شما رو گرنگ نکند، عزت خودشو شما رو نگاه دارد. ولی از همه مهمش شما باید آدمی دیگر شوید. آدمی دیگر؟ چی خیل؟ خودتان نخستر می دونید. کنی فکری تو رو هم فهمیم؟ انا بینید ده اکا، در شهر عادت سرداران همین که کوتاه به ضربه گپ می زنند، با معما سخن می گویند، از چشمانشان آتش می جهد، قیافه هاشون سرکاری را افاده میکنند. به زیر دستانی به قبول آمده، پیش از آن که وی غرضش را گوید، دو سه سوال داده ماینش را گیج میکند و زیر دست به آن که درخواست کند، با سری خم و خیال پریشان بر آمده میرود. فهمیدید؟ این همش برای چی؟ چون که دفعه دیگر به دعوت خودتان به نزدتان نمی آیند و شما را گرنگ نمی کنند، وگرنه حاتمی تای باشید هم خواهشی همه آنها را اجرا کرده نمی توانید، برای کار دولت هم وقت نمی یابید اکا. خیر، این هیچ گپ نبود از کو؟ از همه مهمش، در شهر عادت هست که آدمان از منصب درست استفاده می برند. همت رحیمویچ که قشلاقی ساده بود، نه به خود می داد نه به دیگران. نه به این مسئله ما هم با قشلاقی بودن تیار. شما با من باوری ندارید؟ گپ در باره این نه. خیر اختیارتان، ولی فراموش نکنید که لجام این اسبی بیدو نه هر روز در دستتان. میدان رو میان بور کنید، از دیگران خفا نمونید، شربت کاسه دور رو چشید رئیس. لبای آهنگ گبزنی رو هم دیگر کنید اکا. خوب حسان جان، خوب الو گوشم با شما. ای آفرین کاورا کمالویچ، باز یک بار دیگر سلام. این شمایید؟ سلام سرفرادم که ما را شناختید، کم نشوید برادر. خوش به چه قرار اومدید؟ ما انتظاری سخنی شما. خوب ساعت 11 آدمتون به نزد حسن صفالویچ بیاید، همونجا مصلحت کنید. با قربان عارفم. ادار تشکر کاورا کمالویچ. سلامت باشید. خیر به شما چی شد؟ هیچ گپ نی میگذرم، بیاید با هم به مسئله جدی گذاریم. در ساختمان بناهای ترکشدار بسیار هستند. ترکشدار بسیار، خیال نکن. هست البته هست. از همین روز اعتباران اندوبه کردن بناهای ترکشدار وظیفه من و تو میشود، فهمیدی؟ فهمیدم رئیس. اطراف را از نظر گذرانو روی خطی بناهای ترکشدار را ترتیب ده. خوب شده است، من هم مصلحت دارم. خوش چی مصلحت؟ ما باید برای آدمان غمخوری کنیم. چی خیلی غمخوری؟ میدونه دکی کورک، یک دوستی دستکشوی با آبرو دارم، وای میخواد که یک گراشه سازد، لیکن متریال ندارد. متریال؟ این چی بین صحبی؟ البته تامین کنید. شما راضیت؟ من یک عمر در پی غمخوری آدمان، ولی این چی خیلی میشه؟ علاجی غمخوری هست؟ علاجش آسان، اینه بینید ده
در اوچسکه های یگان کس مقدار متریال را نمیشمورد. از همین حساب یک مقدارش را به خانه دوستمان میفرستیم. مصالح از معیار زیاد شود چی؟ این را به حساب برق میگذارانیم. فکری عقلانه، ساخت دادنی گراج را هم به عهده میگیرید؟ البته میگیرم. دو سه کارگر را به آنجا میفرستیم. تمام و سلام، کار حال. خیلی خوب. ها، باز یک مسئله دیگر اکو. کاتبه اداره مان یک هفته پیش از کار رفته بود. گفته که برین خیریت به خاطر ما وردی. زودتر یکان کاتبه نو یافتن در کار. ها، یافتن در کار. ولی هر خیلش را نه. به شما یکان کاتبه جوانی زیبای تناز در کار. فکر درست کویه. لیکن این خیلش را از کجا میابی؟ اکو، من علاقه یافته ماندگی. شما یک بار بینید، معقول نشود؟ دیگرش رو میکابم. مایلش، همین روز گرفته بیار. خودی حاضر میارم اکا. خیر، سلامت باشید. براستی خوابم یا بیدار؟ نخواد که این همه خیال باشد. نه نه، اکنون در طرف ما هم آفتاب برآمد. همه این از آن من شد. پدر، تو بیهوده مرا مذمت میکردی. میگفتی که من از احده هیچ چیز برآمده نمیتوانم. تو غیر از کلند و بیلت دیگر چرا میفهمیدی پدر؟ لذت عیش و نوش، کیفیت رستوران و طرب خانه، دلبران طناز، همه این را تو از کجا میدانی پدر؟ وقتی که این گپ رو من میگفتم شما پیسخند میزدید. تو زوجه بیفهم بیهوده مرا تنبل و ناکاره میگفتی. حالا ایست در یک فرصت قلعی من با تو در نزد دوست و دشمن یک BMW تقدیم میکنم. BMW کورک با یک چند حجت امضا میگذارد. این در حالت نیمه خواب و بیداری است و حالت روحی کورک اونقدر خوب نیست. ایستید کورک کمالویچ. تو کیستی؟ من. لحظه صبر کنید. این تویی؟ خوش، چی میخواهی؟ شما چیکار میکنید؟ حاصل میگوندارم، حاصل، شاگرد. شما چی ها میگویی؟ التماس، با من خلال نرسون. چی خیل من شما رو پیشتر نشناختم؟ مرا ناز میشناختی، چندین سال در یک جا کار کردیم. ولی شما آدمی دیگر بودید. صاف دل، بی غرض، شکست نفس بودید. قانون دیالکتیک همین، همه چیز در انکشاف و تغییر است. ولی نه به این درجه. شما حتی مگس را آزار دادن نمیخواستید رئیس. تنها در اندیشه کار بودید کوخی. چون که دیگر علاج نداشتم. چی خیلی علاج؟ بیا من با تو سیری دلم رو گویم. من نیت داشتم که بعد از انستیتوت در وظیفه خوب کار کنم و معاش خوب داشته باشم. مردی که امکانیتی با جوره هایش عیش و نوش کردن، ماشین خوب ندارد، روزگار خوب ندارد، چی مرد است؟ در شهر این خیل آدم ها رو مسخره میکنن. مرد حقیقی چون این روزگار رو با مهنت حلال به دست میارد. بله، چندان ساده و گمراه نیستم. انا شما چه خیلی آدم بوده اید؟ این نانی خلق است. نانی خلق کورتان میکنن. ای بیراو ساده، اکنون مرا آسوده گذار. در کله همه هر خیل آرزو. تو بیراو پلانی ساختمانت رو اجرا کن. مرا در بیرون باید یک لکسوس و نازنین انتظار بر. افسوس کارا کمولویچ، صد افسوس. براو ساده، این عادتی ما شهریان همین طور است. کورک از حالت نیمه خواب و بیداری پریشانی به خود می آید. می بخشید رئیس، ممکن؟ بیا حسن جان، بیا. من کاتبه نو را آوردم. گوی در آید. خوب، اول امانت را سپارم. کدام امانت؟ ساعت 11 همان آدمی گفتگیتان آمد. یک جوره خودم بوده است. خواهشش هم یک چیزی دو پوله برآمد. در را کارش را تخت کردم. ناقص. انا این کنورتی غاص را به شما داده رفت. رحمت، اکنون کاتبه را بیار. حاضر. بیا در آمده انگیر. بیا. در آمده انگیر. سلام.
سلام. سلام سلام. پایین قسم پنجم. ادامه رادیو سپکتکل رو فردا در این وقت و ساعت میشنوید. سامیانی عزیز، شما آدیو سپکتکل رو از روی پیسه عادتهای شهری جمعه قدس شنیدید که سال 1985 نوشته شده است. پیشنهاد در دایره لایحه شهر در تئاتر یا تئاتر در شهر با دستگیری دفتر شویتسری اوید به همکاری در تاجیکستان و همکاری کندفم عملی می شود.